امروز عید بود یا نبود؟ شهروندان کشور روزه خوردن و یا عده دیگر در عید روزه گرفتند؟ کدام یک واقعیت است؟ سلام بر شما، اولی می و برابر با 11 ثور است. در اقدام عجیب دیشم گروه حاکم در افغانستان امروز یک شنبه را عید اعلام کرده است. با وجودی که دیشب تا ساعت 10 مردم تصور میکردند که دوشنبه و یا حتی سه شنبه عید خواهند بود، مسئولان تا ما ساعت 11 شب اعلام کردند که فردا یک شنبه عید است. ایده این تصمیم را درست دانسته و گفته است که از این که مستقل از ایران و عربستان عید کرده ایم اقدام نیکوست. ولی ایده به این باور است که این تصمیم سیاسی بوده و استفاده سیاسی و ابزاری از شعائر دینی زشت و نفرت انگیز است. پس از آن که دادگاه عالی این گروه روز یک شنبه را در سراسر کشور عید فطر اعلام کردند، حتی نظامیان این گروه از فرد خوشحالی در شهرهای مختلف از جمله کابل، هرات، قندوز، مزار شریف، قندهار، ننگرهار و غیره دست به فیرهای شادیانه زدند که وحشت را در بین مردم خلق کردند. مردم ما سردرگم هستند و امروز افغانستان نصف روزدار بود، نصف عید کردند. حتی می شود گفت ممکن اکثریت روزه داشتند. از متن‌های نشر شده در فیسبوک نیز بیشتر می شود این گونه نتیجه گرفت که اکثران امروز عید نکردند، زیرا دادگاه تا برای مردم وضاحت بیشتر و قابل قبول ندادند. کشورهای چون عربستان، ایران و مصر که در دنیای اسلام پیشگام هستند و کمیته رویت هلالشان نیز با تلسکوپ‌های مخصوص مجهزند، هیچ کدام رویت هلال را تایید نکرده است. عربستان سعودی فردا دوشنبه را عید اعلام کردند و ایران و مصر اما هنوز در مورد عید و رویت هلال چیزی نگفته است. احتمال این که این دو کشور امشب رویت هلال را تثبیت کرده و برای مردمشان اعلام کند وجود دارد و اگر نشود ممکن است حتی فردا شب اعلام کند که سه‌شنبه عید شود. بحث اصلی اما در افغانستان است. امروز روزه بود یا عید؟ خیلی هایی که روزهشان را افطار کردند به نیت عید میترسند که ممکن امروز روز آخر روزه بوده، و ادعایی که اگر امروز عید نکردن و روزه داشتن نگران این هستند که اگر این روز عید بوده و ما در روز عید روزه حرام گرفتیم تکلیف ما چیست؟ به قول معروف اول باید سرخلاص گفت. فعلا که شما روزه‌دارا روزه دارید و اونایی که روزه رو افطار کردین افطار کردید. اما اگر امروز عید بوده پس امشب همه مردم باید بدون کدام تلاش خاصی مهتاب را بتوانند بینگرند. زیرا امشب باید ماه دوم باشد و ماه دوم برای همه قابل دید است و بلند در آسمان. اگر امشب مهتاب بلند دیده نشد و فقط عده خاص توانستن آن را بینگرد و یا نتوانستن مردم ببیند، در آن صورت امروز عید نبوده و این گروه روزه مردم را افطار کردن و باید کفاره بدهد. اکنون به این سوال پاسخ میدیم که آیا عده امروز روزهشان را خوردن یا عده در عید روزه روزه گرفتن؟ حکم شرعی طبق حدیث متفق علیه این است که با دیدن ماه نو روزه بگیرید و با دیدن ماه نو دیگر روزه خود را افطار کرده و عید نمایید. روش مطمئنتر و دقیق استفاده از تکنولوژی هست، مثلا تلسکوپ های مخصوص تا محاسبه های درست انجام بده و نتیجه را به مردم نشان بدهد. ماهواره ها و تلسکوپ های بسیار پیشرفته هست که میتواند فضا و کهکشان ها را برای ما شما نشان بدهد. در این شرایط با قول معروف متوسل شدن به روش بدوی و با چشم غیر مسلح به سراغ ماه رفتن شاید چندان کار پسندیده نباشد. اگر این گونه بود حتما مردم دیشب می دیدن. هرچند که نه ملایم و نه مولوی، ولی از سخنان و نوشته های اهل قلم و عالمان این گونه متوجه می شویم که تکلیف شما روزداران وابسته به یقین و باور شماست. اگر شما باور دارید و مطمئن هستید امروز عید بوده و عید کرده اید، قطعا کفاره بر شما نیست و اگر کفاره بر شما واجب شود مسئول گروه حاکم است که اعلام کرده است. و اگر برعکس شما به این یقین رسیده بودید که امروز عید نبوده و روزه گرفته اید، حتی اگر عید هم باشد روزه شما حرام نبوده و با دل جمع به روزه تان ادامه دهید. و اما از شما میپرسم، به باور شما این گروه با شعائر دینی و روزه و عید مردم بازی سیاسی کردند و یا آنان حق به جانب بود و دنیای اسلام بیخبر؟ شما امروز روزه داشتید یا عید کرده بودید؟ اگر عید کرده بودید عیدتان مبارک، و اگر عید نکردید پیش از پیش عیدتان مبارک.